همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه‌های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. پس از سخنان من در هفته گذشته پیرامون جایگاه حکومت قانون در تاریخ بشر و در زندگی امروز ما و برجسته کردن آن به عنوان بزرگترین دستاورد جامعه بشری، پرسش های بسیار زیادی و پشتیبانی های بسیاری هم به من رسید. همچنین در هفته گذشته چند روز پیش که کلاسی در این زمینه داشتم و به همین موضوع پرداختم و موضوع حکومت قانون رو با دوران میان شهریور 20 تا 28 مرداد 1332 پیوند دادم و به دوران زمامداری زنده یاد محمد مصدق. در اونجا هم کسانی که در این کلاس ها شرکت می کنند پرسش هایی رو یا دیدگاه هایی رو عنوان کردم که به من یاری رساند که همراه با یادداشت های شما بدانم که در امروز و هفته آینده که می خواهم به این سخنان بپردازم اون رو در چه زمینه‌ای گسترش بدهم تا بیشتر به پرسش ها و ناروشنی هایی که در این زمینه وجود دارد بپردازم. از همه شما که به این برنامه ها نگاه میکنید یا این برنامه ها رو دنبال میکنید و با من تماس میگیرید و از راه ایمیل و تکست و دیگر کارهای رسانه‌ای بسیار بسیار پیشرفته امروز، توییتر و چیزهای دیگر، تلگرام، با من دیدگاه های خودتون رو در میان میگذارید، بسیار سپاسگزار هستم. و باید بگویم که این راهنمایی ها و پرسش های شما به پربارتر شدن این گفتگوها یاری می رساند. اون رو از من دریغ نداشته باشید، حتی اگر هم خورده بگیرید. اما پیش از پرداختن به یا دنبال کردن برنامه یه هفته گذشته، پرسش بسیار جالبی از یکی از هممیهنان برای من رسیده که باید به برنامه هفته پیش هم پیوند داشت و برنامه های هفته های پیش. اون رو در این برنامه میخوانم و اندکی از موضوع برنامه حاشیه میروم تا شاید یک پاسخی به پاره پرسش های دیگر هم داده باشم. این هم میهن گرامی آقای قودجانی، امیدوارم که بردن نام ایشان برایشون گرفتاری ایجاد نکنه، پس از مهر بسیار بسیار زیاد به بنده، اونها رو نمیخونم، گفتن که از دنبال کنندگان و بینندگان بیچون و چرای این برنامه هستن و بسیار برنامه های من و برنامه های من با آقای مهری رو دوست دارم. بعد دنبال کردن، ادامه دادن که ولی در این برنامه آخر به تشبیه آوردید، یک تشبیه آوردید که من آزرده شدم. بر حضرت عالی پوشیده نیست که جغد از پرندگان بسیار مفید و دوست داشتنی است و سال هاست که با اتهام شوم بودن زندگی میکنه و چشم امیدش به انسانهای فرهیخته مانند حضرت عالی هست که این تهمت رو ازش پاک بکنید. فرمودید جغد جنگ بر سر ایران هست که بار منفی برای جغ دارد. امیدوارم که جواب زیبایتون من رو قانع بکنه. نخست این که هممیهن گرامی، با سپاسگزاری بسیار بسیار زیاد از مهر شما، یادداشت شما، امیدوارم که جغد و بوف و دیگر پرندگانی که بدنام شدن در تاریخ ایران یا حیواناتی که بدنام شدن، امیدشون به این نباشه که من در این برنامه یا در کارهای خودم از اونها رفع اتهام بکنم. کشور ما کشوری است که سرزمین اتهام زدن و بدنام کردن انسانهای پاکنهاد است و من امیدوارم در کم کردن این اتهام از انسانهای پاکنهاد بتونم کاری بکنم. اجازه بدید که سرنوشت جغد و گرگ و خرس و اینها رو به برنامه های من واگذار نکنید، چون ممکنه سرنوشت اونها بسیار شوم باشه. اما پاسخ میدم پس از این شوخی در واقع جدی،
که آنچه که من با شما در میان گذاشتم همیهن گرامی باز گرفته از یک سروده بسیار زیبای به داوری من بزرگترین سراینده ایران پس از سعدی است، یعنی محمد تقی ملک الشعرای بهار و به راستی تواناترین سخنسرای ایران در شاید 500 سال گذشته ایران. فغان ز جغد و جنگ و مرغوای او، البته در نوشتارها و در دانشنامه ها و واژه‌نامه ها مرغوا هم آمده و هر دو درست است، هم مرغوا و هم مرغوا. فغان ز جغد جنگ و مرغوای او، که تا ابد بریده باد نای او، بریده باد نای او تا ابد، گسسته و شکسته پر و پای او، ز من بریده یار آشنای من، که زو بریده باد آشنای او. چه باشد از بلای جنگ صعب‌تر، که کس امان نیابد از بلای او، شراب او ز خون مرد رنجبر، و ز استخوان کارگر قضای او. در باره جنگ میگوید: همی زند سلای مرگ و نیست کس، که جان برد ز صدمت سلای او، همی دهد ندای خوف و میرسد به هر دلی مهابت ندای او، همی تند چو دیو پای در جهان، به هر طرف کشیده تارهای او، به هر زمین که باد جنگ. این قسمت رو ببخشید. به هر جهت، به هر زمین که باد جنگ بروزد، به هر خاک گره شود هوای او، یعنی در واقع بوزد، این بروزد همون وزیدن است. زغول جنگ و جنگ بارگی بتر، سرشت جنگ باره و بقای او. این رو من از این سروده گرفتم، جغد جنگ رو، و به این هم میهن گرامی میگویم که به درستی میگویید که در فرهنگ ما و در فرهنگ بسیاری از کشورهای دیگر جانوران با صفاتی شناخته میشوند که شاید شایسته اونها نباشد. عنکبوت جانور بسیار نیکی است، ولی تار عنکبوت رو مردم دوست ندارند. یا بسیاری از جانوران، هر جانوری که شما نگاه کنید، دارای خدمتی به این بقای انسانی است. در این زنجیره زندگی بشر، زندگی جانوران، ماندگاری کره خاکی که اینک رئیس جمهور آمریکا دستور داده که اون رو به کنار بگذارن و این افسانه‌ای بیشتر نیست، این ماجرای برحال دخالت ما در ویران کردن زیست بوم، ما همه میدانیم که همه این جانوران از ریز و درشت دارای جنبه‌های مثبت و منفی هستند، ولی به هر روی بخشی از این زنجیره زندگی میباشند. اینکه جغد حیوان نیکی است و درست هم میگویید، بر روی در فرهنگ ما جغد با ویرانی یا نشستن در ویرانگاه ها شناخته شده. من اندرز شما رو به گوش میگیرم، آویزه گوشم میکنم، ولی سفارش من به همیهنان این است که از انسان ها آغاز کنیم، از نپرداختن به یا دوری جستن از ناسزاگویی به یکدیگر آغاز کنیم. جغد بر روی شاید سخنان من در زندگی جغدها تأثیری نداشته باشه، ولی امیدوارم سخنان من در زندگی انسان ها اندکی تأثیر داشته باشه. ما در فرهنگ خود، در زندگی روزانه خود، در برخوردهای خود با یکدیگر این نوع پلیدی ها رو در اندیشه و در رفتار و در گفتار به کار میبریم. من تا هنگامی که در نوجوانی به خارج از ایران نیامده بودم، درد و رنج ایرانیانی رو که زبان مادریشون فارسی نیست رو شاید در نمیافتم. هنگامی که با زبان شکسته انگلیسی و فرانسه با دیگران سخن میگفتم و اونها لبخند میزدن، دریافتم که یک انسانی که در درازای زندگی در خانه به زبان ترکی سخن گفته یا به زبان کردی سخن گفته یا بلوچی سخن گفته، هنگامی که با
تهرانی ها و شیرازی ها و فارس زبانان روبرو می شود و لهجه او رو به شوخی می گیرند، تا چه اندازه با درد و رنج روبروست. ما همه در گذشته به یاد داریم، امروز هم هنوز پا بر جاست. می دانید که من در درازای سالهای گذشته به قومگرایی، به کوشش برای چندگانی کردن ایران و قومسازی در ایران پرداختم و تاختم، اما نمیتوانم در این مورد سکوت کنم، خاموش باشم که جدا از نادرستی این قومسازی ها، بسیاری از ایرانیان فارس زبان نسبت به ایرانیانی که زبان مادری اونها فارسی نیست با یک نگاه بدی مینگرند، یعنی اونها رو در رفتار خودشون پایین تر میدونند، مسخره میکنند. همین شوخی هایی که درباره ترک ها و رشتی ها و گیلان، همه گونه این نوع شوخی هایی که در فرهنگ ما به جای مانده و گاه ما با همیهن آذربایجانی اینها رو میگوییم و میخندیم، اینها زشت است، باید از فرهنگ ما پالایش پیدا بکنه. چند روز پیش در یک نشستی بودم که یک خانومی خیلی زیبا این موضوع رو با من در میان نهاد که میگفت من در تبریز بزرگ شدم و تا هنگامی که برای کار دانشگاهی به تهران نیامده بودم نمیدانستم که با چه گرفتاری روبرو هستم و تحقیر و تبعیض رو تنها در دانشگاه تهران فهمیدم، یا در دانشگاه هنگامی که با لهجه ترکی که با اون بزرگ شده بودم فارسی رو صحبت میکردم و فارس زبانان به من خورده میگرفتند یا با من شوخی میکردند یا مسخره میکردند، این نوع احساس تبعیض رو دریافتم. ببینید، ما در ایران تبعیض قانونی هیچگاه نداشتیم، یعنی در چه قوانین دوران مشروطه، چه قوانین دوران محمد رضا شاه و چه حتی در قوانین امروز، اگرچه تبعیضهای دیگری وجود دارد ولی هیچ جنبه قانونی وجود ندارد که بگوید یک آذربایجانی دارای حقوق پایین تری از یک شیرازی یا کرمانی یا تهرانی است. اما ما با تبعیض حقیقی در حوزه فرهنگی روبرو هستیم، یعنی می دانیم که اونهایی که فارسی رو با یک نوع شیوایی بیشتری سخن میگویند، شاید نسبت به یک آذربایجانی که از این شیوایی برخوردار نیست یک نگاه شاید تحقیر کننده داشته باشند. این است که به این هم میهن گرامی که درباره سرنوشت جغد بر من خورده گرفتند و شاید هم به جا باشد، میگویم که پشتیبانی از جایگاه جغدها به جای خود یا گرگها و دیگر جانوران که حق با شماست، ما باید این رو هم در فرهنگ و زبان خود در نظر بگیریم، به انسانها بپردازیم. نامی که ایشان بر خود دارند من رو، یا نام خانوادگی ایشان من رو، به این باور میرساند که شاید از یک پیشینه افغانی برخواسته باشند. ببینید، در فرهنگ ما نسبت به افغانها که بخشی از خراسان بزرگ هستند و زبان اونها زبان فارسی است و حتی زبان فارسی اونها از برخی جهات شیواتر از زبان فارسی تهرانی است، چه خورده هایی می گیرند. از نوشتارهای تاریخی که آمدن افغان ها رو در گرفتن اصفهان به عنوان حمله افغان ها به ایران قلمداد می کنند، در حالی که افغان ها بخشی از ایران بودند، بخشی از این سرزمین به شمار می آمدند و هم امروز هم بسیاری از اونها خودشون رو بخشی از فرهنگ تاریخی، از سپهر فرهنگی ایران می دانند. حالا سیاست رو به کنار بگذاریم، هم امروز درباره افغان هایی که به ایران کوچیدند با چه نگاه تحقیرآمیزی برخورد می شود و چگونه اونها رو پایین تر می دانند. و این در فرهنگ ما نهادینه شده و در میان بسیاری از دانشگاه رفته ها، درس خوانده ها، روشنفکران، آدم هایی که حتی به خارج آمدند، به چشم میخوره که همچنان نسبت به هممیهنان دیگری که شاید زبان فارسی رو با گویشی، با لهجه دیگر سخن بگویند، این برخوردها همچنان وجود داره و این برخوردها رو باید پالایش داد، از اونها باید پرهیز کرد. من فعلا سرنوشت جغ رو در زبان فارسی نمیتوانم دگرگون کنم، ولی بهتر است که ما برخورد به
مردم آذربایجان و کردستان و بلوچ و افغان و دیگران رو، مایی که زبان مادریمون فارسی بوده، این برخورد رو دگرگون بکنیم و بپذیریم که ما مردمانی هستیم در یک سرزمینی با پیشینه های گوناگون، یک پود واحدی این فرش هزار رنگ ایران رو میسازه و مردمی از گوش و کنار تمام این سرزمین ایران زبان مادری های گوناگون، زبان ملی و زبان مشترک و زبان اداری فارسی رو پذیرفتند و این زبان رو با گونه های مختلف صحبت می کنند. بسیار هستند کسانی که اگر شما پای سخنان اونها بنشینید می بینید که فارسی رو با لهجه کردی یا ترکی یا دیگر سخن می گویند، ولی در نوشتارهای اونها خدمت اونها به فرهنگ ایران، به بلند کردن جایگاه هنر ایران درش هیچ گونه پرسشی نیست. این است که من این خردگیری و اندرز هممیهن گرامی رو آویزین گوش میکنم. بسیار هم شادمانم از این نکته‌ای که ایشان گفتند و در این حال اندرز من این است که بیایید و از برخورد درست به انسانهای پیرامون خودمون آغاز کنیم و اگر هم درباره پاره‌ای از جانوران برداشت‌های نابجایی در میان ما ایرانیان یا دیگر مردم جهان وجود دارد، به جای خود این برداشت‌های نابجا درباره انسان‌ها را نخست از خود برهانیم، از اونها جدا بشویم و کاری بکنیم که دست کم کوششی باشد برای برابر نگاه کردن به انسان‌ها، جدا از اینکه زبان اونها چیست، پوست بدن آنها چه رنگی است، دین اونها چه می باشد، از کدام پیشینه برخواستند، و به راستی انسانها رو به عنوان انسان نگاه کنیم جدا از اینکه از کجا و از چه پیشینه برخواستند، و تنها داوری خودمون رو درباره رفتار امروز و رفتار دیروز انسانها، رفتار انسانها و اندیشه انسانها درباره اونها در داوری کنیم جدا از اینکه از چه پیشینه می آیند. بر روی این پیش درآمدی بود به بهانه این یادداشت بسیار بسیار ارزنده‌ای که این هم میهن فرستادن. ضمناً از من هم خواستند که در یک برنامه با آقای مهری درباره میرزا رضا کرمانی هم سخن بگویم. حتما این کار رو خواهم کرد. البته این رو بگویم که در این برنامه‌های هفتگی تاریخی که من با آقای مهری دارم، آنقدرها پرسش و سفارش هست که گمان میکنم به زندگی بنده، به درازای زندگی بنده نخواهد رسید که بتوانم به همه این آدم هایی که دوستان هم میهنان از من میخواهند که به اونها بپردازم بتوانم بپردازم. ولی به هر روی میرزا رضا کرمانی کشنده ناصرالدین شاه موضوع بررسی بسیار جالبی است، برای اینکه کشتن ناصرالدین شاه نخستین ترور سیاسی دوران مدرن ایران به شمار می آید. یعنی ما در درازای تاریخ گذشته ایران در میان اسماعیلیان و دیگران ترورهای سیاسی داشتیم، ولی این دوره مدرن نخستین ترور سیاسی برجسته کشتن ناصرالدین شاه است. البته این رو هم بگویم که پیش از کشتن ناصرالدین شاه گروهی از بابیان بران شدند که ناصرالدین شاه را بکشند، ولی این نخستین کوشش موفق در ترور یک شخصیت سیاسی بود. به اون در یه برنامه حتما با آقای مهری خواهم پرداخت. اما برویم بر سر موضوع حکومت قانون. پرسش های فراوانی به من رسیده و دوستانی در واقع کوشش کردند که به من یاری برسانند که من این بحث حکومت قانون رو در مسیری پیش ببرم که جنبه خیلی جدا از تاریخ ایران و زندگی امروز ایران نداشته باشد، و از اونها هم سپاسگزار هستم. مراد من از حکومت قانون چیست؟ در این جای گفتگو نیست که از همان هنگامی که انسانها از یک محدوده زندگی خانوادگی به زندگی گسترده تر اجتماعی، شاید زندگی شهری یا زندگی ایلی برخواستند و گروهی شدند که باید روابط خودشون رو با هم تنظیم بکنند،
از همونجا در واقع قانون، مفهوم قانون زاده شد. قانون به مفهوم خیلی ابتدایی تنظیم روابط میان انسان‌ها در بیرون از یک چارچوب خانوادگی. در چارچوب خانواده هم حالا نه قانون، ولی شما به هر روی با یک رشته روابطی روبرو هستید که بزرگ خانواده بر شما تحمیل میکنه. بیشتر هم در خانواده ها پدر این رو تحمیل میکرده که شما باید چه کارهایی رو انجام بدهید و هر کس در کجا نشسته است. هنگامی که این واحد خانواده گسترش پیدا میکنه و گروه گسترده تری از مردم در یک زندگی مثلا شهری کنار هم گرد میآیند، هزاران انسان، و به ناچار در میان خود یک مدیریتی رو به وجود می آورند و دولتی رو ایجاد می کنند، حالا با مفهوم بسیار بسیار ابتدایی دولت، یک رشته قوانین هم در میان اونها به وجود می آید. بنابراین موضوع قانون موضوع تازه‌ای نیست. آنچه که من به عنوان قانون از اون سخن می گویم، قانون در دوران مدرن است که به اون خواهم پرداخت. ما حتی در چارچوب باورهای دینی مردم هم با ساختارهای حقوقی و قانونی روبرو هستیم. در همین آیین اسلام و در آیین شیعی ما با ساختار عرفی حقوقی روبرو هستیم. بخش بزرگی از فقه شیعی به زندگی زمینی انسان‌ها ارتباط پیدا می‌کند. به قوانین عرفی، معاملات، خیارات، بیشتر کتاب‌های فقهی، شاید دو سوم اونها به قانون‌گذاری زمینی ارتباط دارد و تفسیری که روحانیان از قانون میکردن یا از روابط میان انسان ها میکردن با برداشت های دینی طبیعتا. در بیشتر دین های بزرگ جهان ما با این پدیده روبرو هستیم. حتی در آیین مسیحی که اونها فقه به این معنا نداشتند، از آیین ها و قوانین رومی استفاده کردند و پاره ای از قوانین دیگر دین ها و ساختارهای حقوقی رو بر اون پایه بنا نهادند. حتی در نوشتن قانون مدنی فرانسه از یکی از کتاب‌های فقه شیعی جامعه عباسی از اون بهره گرفتن، یکی از منابعی است که ازش بهره گرفتن. خب امروز اما موضوع قانون اندکی متفاوت از بحث تاریخی قانون است. مفهوم قانون در دوران مدرن با حقوق فردی پیوند پیدا می‌کند. یعنی ما با یک ساختار دولتی روبرو هستیم که جامعه رو اداره میکنه، هماهنگی در میان انسانها به وجود می آورد یا در میان در روابط میان دولت و انسانها به وجود می آورد و یک رشته قوانین رو بر جامعه تحمیل میکنه و در برابر اون موضوع حقوق فرد مطرح است. این گفتگو یا گفتمان از دوران ماگنا کارتا در بریتانیا آغاز شد. از هنگامی که در مقابل دولت پادشاه، قدرتمند پادشاه، گروهی از اشراف، گروهی از بزرگان و نخبگان جامعه درخواست حقوق کردند و به این ترتیب یک نوع مجلسی، بنیاد یک پارلمان در تاریخ بشر شکل گرفت. نخستین فکر پارلمانی از دل ماگنا کارتا برخاست و سپس در دوران مدرن موضوع حقوق فردی، اصالت فرد به بنیاد مدرنیته تبدیل شد. یکی از پایگاه‌های اصلی تحول اندیشه‌ای در دوران مدرن اصالت فرد بود، حقوق فرد بود که انسان رو آزاد می‌کرد از یک رشته فشارها، یک رشته برداشت‌ها، چه دینی، چه حکومتی و چه قومی و ایدی و غیره، انسان رو در کانون حقوق می نشاند. و از این هنگام موضوع قانون جدا از اینکه دولت رو موظف به اجرای پاره ای از رفتارها می کنه، رابطه دولت رو با انسانها تنظیم می کنه، انسان رو هم در کانون خودش نشانده و به این معناست که حکومت قانون با اصالت فرد، با حقوق فردی پیوند جدای ناپذیری، ناگسستنی در دوران مدرن پیدا کرده و هر کجای جهان که شما به ناتوانی های دموکراسی، به ناتوانی های حکومت قانون نگاه می کنید، از جمله در ایران امروز یا در ایران گذشته، درست در اینجاست که حقوق فرد
آزادی فرد در لابلای به اصطلاح بحث قانون پایمال شده و این امروز در ایران یکی از برجسته ترین نمونه های اون رو ما میبینیم که فرد دارای هیچ جایگاهی نیست، ولی فقیه بر مردم به عنوان صغار، به عنوان آدم هایی که باید صغیر هستند، باید سرپرستی بشوند، سرپرستی عمومی داره و مردم باید رأی او رو بر رأی خودشون، داوری او رو بر داوری خودشون برتر بدانند. از پاره آزادی ها برخوردار هستند، اما این آزادی ها در چهارچوب آزادی هایی است که در این برداشت دینی محدود شده. هنگامی که من از حکومت قانون به عنوان بزرگترین دستاورد جامعه بشری سخن میگویم، این حکومت قانون در دوران مدرن است که با آزادی ها، با حقوق فردی، با حقوق بشر و بسیار دیگر از چیزهایی که به اون خواهم پرداخت در برنامه امروز و هفته آینده پیوند پیدا کرده و اونها را از هم نمیتوان گسست. حکومت قانون به این معناست که دولت در برابر فرایند قانونگذاری که در دست مردم است پاسخگوست و همه کارکنان دولت، همه شهروندان در برابر این قانون نه تنها پاسخگو هستند بلکه برابرند. و این قانون قانون کوری است، به این معنا کور است که انسانها رو بدون اینکه توجه کنند که از چه پیشینه ای، از کدام تیر و تبار، از چه طبقه ای برخواستند، تا چند اندازه دارایی دارند، نگاه واحدی، نگاه مشترکی نسبت به این انسان ها دارد. و این نگاه مشترک و واحد برخواسته از ذات اون فرایندی است که این قانون تنظیم می شود. اگر فرایند تنظیم قانون یا قانونگذاری فرایند درست و عادلانه و با داد همراه نباشد و پاک نباشد، پاک از فساد نباشد، این فرایند قانونگذاری در اجرای اون هم ما با بیداد روبرو خواهیم شد. جدا از این اشاره کردم حکومت قانون باید حکومت بدور از فساد باشد. فساد بنیاد حکومت قانون رو دگرگون میکنه و حکومت قانون رو به حکومت بیقانونی و فاسد تبدیل میکنه و این در کشور ما امروز به راستی میتوان اون رو پذیرفت و دید. آماری بیرون آمده در مورد روسیه امروز که از بودجه رسمی دولت روسیه 30% دزدیده میشود. خب چون آمار 30%، چه بسا 50% دزدیده می شود. اگر شما به بودجه های رسمی دولت در ایران نگاه کنید، چه بسا بیش از 50% بودجه دولتی از راه فساد از میان می رود. و هنگامی که در یه جامعه فساد تا این اندازه در اندام جامعه پا گرفته، حکومت قانون نمی تواند، حتی بهترین قوانین هم، بگذاریم که در ایران قانون در چنگال تبعیض دینی گرفتار هست، ولی حتی اگر کم گرفتار نمی بود، در این میزان فساد حکومت قانون نمی توانست به راستی حکومت قانون باشد. این است که من به چهار پایه اساسی حکومت قانون اشاره کردم و اون رو در برنامه امروز بیشتر باز خواهم کرد و به جنبه های مدرن آن زندگی انسان امروزی خواهم پرداخت و اینکه ما چرا باید در ایران جدا از بحث عمومی دموکراسی و آزادی به موضوع حکومت قانون به عنوان یکی از مهمترین و شاید مهمترین چالش اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نگاه بکنیم. کشوری مانند کشور ما که ما با یک دوران ماندگار دموکراسی، حقوق بشر و دولت قانون یا قانونمدار یا حکومت قانون روبرو نبودیم و اینجا و اونجا یک بریدگی هایی اینجا و اونجا در دسترس ما بوده که ما وقتی به تاریخ 150 سال گذشته ایران نگاه میکنیم به اون میپردازیم، میگیم در مجلس اول ما چنین آزادی هایی رو داشتیم یا در فلان سالها یک رشته حقوق در واقع اجرا شد. یا در بررسی های تاریخی من میبینم خیلی ها مثلا به دوران رضا شاه که اشاره میکنن، میگویند باید دوران رضا شاه رو به سه دوره تقسیم کرد، دوره نخست، دوره میانی و دوره پایانی، و در دوره میانی کارهای سازندگی انجام شد و تا حدودی حقوق هم رعایت میشد. یا به دوران پس از شهریور 20 که نگاه میکنیم، این 27 ماه زمامداری دوران زنده یاد محمد مصدق به عنوان به راستی برجسته ترین دوران آزمون یک شکلی از دموکراسی و حکومت قانون در ایران
برشمرده می شود. یا در دوران محمد رضا شاه هنگامی که به سالهای 39 42 می رسیم، اون دورانی که مثلا دکتر امینی نخست وزیر شده بود، یا یه جنب و جوش هواخواهی از باز شدن نظام پارلمانی در ایران به وجود آمده بود رو خیلی ها به فال نیک می گیرند و می گویند که در این دوران ما نفسی کشیدیم. در حالی که ما باید برای اینکه بتوانیم به یک دموکراسی ماندگار، حکومت قانون ماندگار، به یک سکولاریزم ماندگار دست بیابیم، باید گریبان خودمون رو از این نوع فرهنگ جدا بکنیم. نگاه بکنید به همین دوره انتخابات چند هفته گذشته، همه گفتگوها بر سر این بود که آقای روحانی بهتر از آقای رئیسی است، خوب است ایشان بیاید سر کار، برای اینکه این تنابی که بر گردن ما هست یک کمی گشایش پیدا میکنه. مانند منی که امروز کروات زدم، بعد از این برنامه شاید دکمه کروات رو اندکی دکمه پیراهنم رو باز کنم و این کروات فشار روی گردن من نگذاره و به همین شاید راضی باشم، اما شاید بخوام اصلا این کروات رو از گردن خودم رها بکنم، اصلا کروات نداشته باشم. چرا این حق رو نخواهم داشت که بین کروات زدن با دکمه و بدون دکمه یکی رو انتخاب بکنم؟ به راستی میخوام با شما این رو در میان بگذارم که ما باید از این نوع گزینش ها در این برهه‌های تاریخی، از این نفس کشیدن های محدود دوری بجوییم و در جستجوی یک زندگی بهتر باشیم. بزرگان دوران مشروطه، پدران ما و اینجا و اونجا مادران ما، خیلی محدود زنان در اون دوران به بازی گرفته شدند، جز شاید دو سه نفر بیشتر در این کارزار شرکت نداشتند و بیشتر هم جنبه پشتیبانی داشتن. ولی جدا از این بحث مربوط به زنان و مردان در اون دوره، پایه‌گذاران پدران ما در پایه‌گذاری فکر مدرنیته در ایران نگاه داشتن، به نگاه میکردن به اروپا و امیدشون این بود که ما رو از این فرهنگ نگاه به یک لحظه های خوشی رها بکنند و یک چشمنداز خوش رو برای جامعه ایران برمغان بیاورند. از حکومت قانون سخن میگفتند. هر سه پایه‌گذار فکر مدرن در ایران، یعنی در واقع در دوران مدرنیته ما سه شخصیت برجسته داشتیم که اینها پایه‌گذاران مدرنیته ایران بودند. آخوندزاده که در قفقاز زندگی میکرد، مستشارالدوله تبریزی که کارهای خودش رو خیلی پیش از اینکه کاردار سفارت ایران در پاریس بشود آغاز کرده بود و سرانجام هم در زندان مظفرالدین شاه درگذشت، جان داد، و میرزا ملکم خان که کوشش میکرد ناصرالدین شاه و دربار رو آگاه کنه نسبت به اندیشه‌های مدرن و از ایران بیرون رانده شد. این ستن در بنیاد نهادن اندیشه مدرن در ایران به عنوان پایه‌گذار باید شناخته شوند و هر سه اینها یک سخن رو در واقع می گفتند با دیدگاه‌های کاملا متفاوت. یعنی میان اونها اختلاف خیلی اساسی وجود داشت، حتی در نامه‌نگاری‌هایی که میان برخی از اونها وجود دارد و اسنادی که از دیگران درباره اونها به جای مانده نشان میدهد که ما با سه شخصیت، با سه دیدگاه و شاید چشمنداز یا راه رسیدن به اون چشمنداز روبرو هستیم. اما یک چیز در نوشتار و گفتار اونها یکسان بود: حکومت قانون. همه اونها به دنبال حکومت قانون بودن. مستشار دوره، همون گونه که هفته پیش اشاره کردم، کتاب یک کلمه یعنی قانون رو، یک کلمه یعنی قانون رو در پاریس نوشت. گویا در سال 1248 یا 49، درست در گیرودار جنب و جوشی که در پاریس به کمون انقلاب و جنبش کمون پاریس انجامید. امروز پس از 150 سال و این همه دستاوردهای جامعه بشری، به ویژه پس از دو جنگ بزرگ جهانی که اروپا رو در به آتش کشید به راستی و بیش از 100 میلیون نفر در این دو جنگ و جنگ‌های پیش و پس از آن پرپر شدند، از میان رفتند، دنیای امروز حکومت قانون رو در یک چارچوب دیگری می‌نگرد و به اون در واقع کوشش می‌کند حکومت قانون رو از این دریچه نو،
از این دریچه دستاوردهای این 200 سال گذشته به اون نگاه بکنه. ما در ایران باید گریبان خودمون رو از این اندیشه که در جستجوی آدمی باشیم که این آدم اندکی از آدم دیگر بهتر است، همون گونه که به تاریخ که نگاه میکنیم همین داوری رو داریم که این آدم اگر میبود، اگر به مصدق اجازه داده بودند ما چنین و چنان میکردیم. همه اینها ممکنه درست باشه. اگر امیر کبیر رو ناصرالدین شاه نکشته بود، امیر کبیر چنین و چنان میکرد. اگر سپه سالار رو خانه نشین نکرده بودند و از کار وزارت برکنار نکرده بودند، سپه سالار کشور رو دگرگون میساخت. همه اینها درش حقیقتی است، عنصری از حقیقت وجود داره. اما ما باید گریبان خودمون رو از جستجوی رهایی و زندگی بهتر و آزادی و گشایش، از چشمنداز رسیدن دستیابی به یک نفر بیرون بیاوریم و به ساختار، به نظام نگاه کنیم، به اون ساختارهایی که آنچنان باید توانا باشند که حتی یک انسانی که حتی پایبندی های استوار به این ارزش ها ندارد، اگر به این ساختار وارد بشود نخواهد توانست این ساختار رو دگرگون بکنه. ما به تاریخ وارونه نگاه کردیم، تاریخ رو بر اساس انسان ها نگاه کردیم. اگر این آدم می بود چنین و چنان می کرد، به این نگاه نکردیم که چه ساختاری نیاز داریم، که در این ساختار چه مصدق نخست وزیر می بود و چه قوام السلطنه پیامد می توانست نزدیک به هم باشه. البته چه بهتر که مصدق در این ساختار می بود، برای اینکه انسان ها بر ساختارها تأثیر دارند، همونجور که امروز در این ایالات متحده آمریکا می بینیم که تفاوت هست میان اینکه آقای اوباما رئیس جمهور باشد یا آقای ترامپ در برخورد ایالات متحده آمریکا نسبت به دنیا و حقوق مردم تأثیر داره. اما ساختار دموکراسی آمریکا رو نه آقای اوباما و نه آقای ترامپ خواهند توانست دگرگون بکنند. این ساختار میماند، اوباما میآید و میرود، ترامپ هم میآید و امیدوارم برود به زودی، اما به هر روی این ساختار ماندگار است. ما در کشوری زندگی میکنیم، یا دست کم بسیاری از بینندگان این برنامه در کشوری زندگی میکنن، من هم به طور روحی احساسی در اون کشور زندگی میکنم، البته واقعا در اون کشور زندگی نمیکنم، در کشوری در واقع یا با کشوری سر و کار داریم، ایران، که در اون ساختار و نهادها دارای جایگاه نیستند، افراد دارای جایگاه هستند. رئیسی آدم فرومایه تری از آقای روحانی است، آقای کروبی آدم بهتری از آقای احمدی نژاد است، و اگر آقای خامنه ای نباشد و دیگری ولی فقیه باشد، چه بسا یک نوع رستگاری و روزگار بهتر برای جامعه ایران به وجود خواهد آمد. سخن من بر سر این است که ما باید از این تنگنا خودمون رو برهانیم، به آیندهی نگاه کنیم، به ساختارهای نگاه کنیم، حتی اگرچه دور از دسترس باشند امروز، که این ساختارها انسانها رو در کانون خودشون ندارند، بلکه خود ساختار موضوع اساسی است. و این است که سخن من بر سر حکومت قانون از اینجا برمیخیزد، که ما باید با یک ساختار حکومت قانون در ایران روبرو باشیم و این رو به هم میهنان ارائه دهیم، این رو به دنبالش باشیم. به عنوان انسانهای فرهیخته از این سخن نگوییم که چه کسی خوب است بر سر کار بیاید، و از این سخن بگوییم که چه ساختار فرمانروایی، چه ساختار اداره جامعه رو ما باید در پیش روی خود بگذاریم. این در واقع پیام آغازگران مدرنیته ایران بود، همان ستنی که اشاره کردم. از این سخن نمی گفتند که بهتر از من بیایم سر کار یا فلان کس بیاید سر کار. از این سخن می گفتند که چه ساختار اداره جامعه ما نیاز داریم، چرا وفاداری به قانون در کشور ما باید به وجود بیاید، چرا فرایند قانونگذاری زمینی باید در کشور ما به وجود بیاید، شاید ایران بتواند گریبان خودش رو از این دوران بسیار بسیار واپسمانده ایلیادی رها بکنه، و شاید بتواند
با کاروان پیشرفت و تمدن بشری که اروپا در کانون اون بود خودش رو پیوند بدهد. این گفتگو و سخن و پیام پایه‌گذاران مدرنیته ایران و سرانجام انقلاب مشروطه بود. امروز این رو ما گم کرده ایم و به این نمی پردازیم. سخن من درباره حکومت قانون در این زمین هست که ما باید دوباره بازگردیم و نگاه کنیم که کدام ساختارهایی باید بر جامعه ما چیره باشد که این ساختار جدا از اینکه چه کسانی در وزارتخانه ها در کارهای مدیریت نشستند، این ساختار پای بر جای ماند و این ساختار در واقع باید بتواند جامعه ایران رو به سوی پیشرفت و پیوستن به یک زندگی ماندگار دموکراتیک و سکولار و در هم پیوسته با دنیای مدرن به اون سوی براند. موضوع پیچیده است، موضوع دستیافتنی است. ما توانایی دستیافتن به اون رو داریم، ما نیروی دستیافتن به اون رو در جامعه داریم. ما در هنگامی که کسانی با این اندیشه مدرن به جامعه ایران آمدند یا این اندیشه رو در برابر جامعه ایران نهادند، ما بسیار واپس مانده بودیم و با این همه اونها بلند می اندیشیدند و چون بلند اندیشیدند انقلاب مشروطه در گرفت و فرمان مشروطه صادر شد و ما یکی از نخستین پارلمان های غیر اروپایی رو در جهان ساختیم و قانون اساسی تنظیم کردیم، قوانین به وجود آوردیم، نظام پارلمانی در ایران ایجاد کردیم که این نظام پارلمانی همچنان پای بر جای مانده با همه گرفتاری های خودش. چرا امروز نمیتوانیم بلند فکر کنیم، بزرگتر بیاندیشیم، به ایرانی بیاندیشیم که با این نیروی انسانی، با این توانایی های بروی، توانایی های اقتصادی که در جا کشور ما موجود هست، با همه دزدی هایی که میشود و فسادی که وجود دارد، چرا نتوانیم بلند بیاندیشیم و به یک حکومت قانون، حکومت پیشرفته قانون نگاه بکنیم؟ این است که در این برنامه در هفته های آینده من به جنبه های گوناگون حکومت قانون خواهم پرداخت. مراد و منظور من هم کلاس درس نیست، نمیخوام شما را با یک رشته کارهای خیلی انتزاعی آشنا بکنم، بریده از جامعه آشنا بکنم، به خود جامعه خواهم پرداخت و اینکه چرا باید حکومت قانون در کشور وجود داشته باشد. حکومت قانون رو هم اشاره کردم، دارای چند پایه اساسی است. یکی از اونها در این است که همه کسانی که در کشور کار دولتی دارند، کار اداری دارند، سران کشور هستند، وزیر هستند، وکیل هستند، نماینده هستند، تا کسانی که شهروند ساده جامعه هستند، تا نهادهای دولتی و غیر دولتی، اینها پاسخگو در برابر قانونند. یعنی چیزی وجود دارد در جامعه که فرد نیست، پدیده ایست به نام قانون که اشاره خواهم کرد این قانون چگونه باید به دست بیاید، که همه این شهروندان از وزیر و نخست وزیر و رئیس جمهور و اگر پادشاهی باشد پادشاه و تا شهروند ساده تا رئیس گمرک یکی از بندرهای ایران تا کسی که پستخانه آباده رو اداره میکنه، همه پاسخگو به قانون هستند. هیچ تفاوتی به در میان اونها در پاسخگویی به قانون نیست. جمهوری اسلامی این پاسخگویی به قانون رو به پاسخگویی به خدا و نماینده خدا در زمین یعنی ولی فقیه تغییر داده. مردم پاسخگویی به او هستند. من میگویم نه، ما باید پاسخگویی به قانون باشیم، قانونی که خود مردم تنظیم کردن، قانونی که در یک فرایند دموکراتیک، در یک فرایند شفاف در واقع به دست رسیده و به اون خواهم پرداخت. به پایان برنامه امروز رسیدیم و زمانی برای باز کردن این گفتگوی بسیار بسیار مهم برای آینده ایران در پیش نیست. این است که من با سپاسگزاری از شما هم میهنان و همچنین کارگردان برنامه تا هفته آینده روز روزگار خوشی رو برای شما آرزو میکنم.